چهارمین روز دی ماه برابر با 25 دسامبر سال 1356 خورشیدی برابر با 1977 میلادی، در گذشت سر چارلز سپنسر چاپلین، معروف به چارلی چاپلین، کمدین و هنرپیشه معروف سینما، کارگردان و موسیقیدان برجسته هالیوود و برنده جایزه اسکار. بیشتر فیلم‌های او کمدی و صامت هستند. چاپلین در زمینه سینما بیش از 65 سال فعالیت کرد که شروع فعالیت‌های او از سالن ویکتوریای انگلستان آغاز شد و تا سن 88 سالگی ادامه یافت. چارلی چاپلین در 88 سالگی به دلیل بیماری کبدی چشم از جهان فرو بست. سال 1370 خورشیدی برابر با 1991 میلادی، استعفای میخائیل گورباچوف، رهبر پیشین اتحاد جماهیر شوروی سابق. با روی کار آمدن میخائیل گورباچوف در مقام رهبری اتحاد جماهیر شوروی سابق، وی دست به اصلاحات گسترده اقتصادی و سیاسی زد و سعی نمود تا اوضاع افسار گسیخته کشور را کنترل کند، اما میزان وسیع مشکلات و نیز بحران‌های پی در پی ناشی از استقلال طلبی جمهوری‌های شوروی، کمبود شدید مواد غذایی و تکیه بر نظام کمونیستی، تلاش‌های گورباچوف را با ناکامی مواجه ساخت و روند فروپاشی شوروی را تسریع بخشید. در این میان کودتایی از جانب عناصر هوادار بازگشت به روش‌های سنتی کمونیسم برای در دست گرفتن قدرت به وقوع پیوست که با مقاومت بوریس یلتسین، رئیس جمهور جدید فدراسیون روسیه، و مخالفت مردم به شکست کامل انجامید. این امر موقعیت یلتسین را بیش از پیش تقویت کرد و او را در جایگاهی برتر از گورباچوف قرار داد. یلتسین با تحت فشار قرار دادن گورباچوف، او را به استعفا از دبیر کلی حزب کمونیست شوروی وادار ساخت و زمینه‌های انحلال حزب کمونیست را نیز فراهم آورد. روند سریع اوضاع به نحوی ادامه یافت که مدت کوتاهی پس از آن گورباچوف با اعتراف به این مطلب که تجربه کمونیسم در شوروی با شکست مواجه شده است، کنترل اوضاع را از دست داد و تلاش او برای جلوگیری از فروپاشی کامل اتحاد جماهیر شوروی و تشکیل یک اتحاد جدید از جمهوری‌های مستقل به جایی نرسید. سال 1297 خورشیدی برابر با 1918 میلادی، زادروز محمد انور السادات، سیاستمدار نظامی و سومین رئیس جمهور مصر که پیمان سازش با دولت اسرائیل را امضا نموده و توانست شبه جزیره سینا را به تمامی از اشغال اسرائیل خارج سازد. او برای فلسطینیان متن قراردادی تهیه کرد که اگر یاسر عرفات با آن موافقت می کرد، در نیمه دهه 80 میلادی صاحب دولتی مستقل می شدند. وی به دلیل همین تلاش ها برای برقراری سازش موفق به دریافت جایزه صلح نوبل توسط بنیاد نوبل گردید.